آخه من درباره شرط روحی و کل شرط تیم قبل بازی با الوس آخرین بازیتون توی سال 96 صحبت می‌کنید. یه سلام خدمت هواداران، چون خیلی سریع باید بگم و اینا دیگه وقت نمیشه. خدا رو شکر همه خیلی خوبه، تمرینمون از شما که ما تو دبی خیلی خوب بوده، روحی بچه‌ها خیلی خوب بود، همه چی شرایط عالی بود. باشگاه ایرانی هم که هستیم خدا رو شکر ما مشکل نداشتیم. فاصله کمی که اتاقات و زمین داره و غذا که همون غذای ایرانی هست، همه چی تحت کنترل کادر فنی تیم بوده و من حالا دو سه بارم تو این مدت با ایبرام کوکی صحبت کردم، ایشون خیلی ابراز رضایت کرده. ان شاءالله می‌بینیم که بتونیم آخرین بازی پرسپولیس سال 96 ایدی به هوادارمون بدیم. فقط هم ازشون می‌خوایم دعا بکنن. بعد الان آخرین تمرین پرسپولیس قبل بازی با الوس انجام میشه تو همین استادیوم که فردا قرار بازی انجام میشه. درباره حضور هوادار پرسپولیس صحبت می‌کنید، چه جوری شرایطش؟ یه اتفاق خیلی خوبی افتاد واقعا. تو حالا من فکر کنم، حالا خیلی نمی‌خوام تاریخ مثلا وجود کنیم و اینا، ولی فکر کنم کم سابقه بوده که بتونیم 30% تو امارات با تماشاگر بیاریم. این اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اون میزبانی که ما خیلی خوب داشتیم و این گفته خود الوسیاس تو تهران اتفاق افتاد، باعث شد ما نهایت همکاری رو بکنن. تا الان هیچ مشکل نداشتیم، چه حضور تیم توی از فرودگاه که اومده، چه همه امکاناتی که ما دادن 30% گرفتیم تا امروز که من آمارش داشتم. 2000 تا بلیت فروش رفته، ولی به علاوه دلیل اینکه یکم کنترل 2000 تا ایرانی یکم به دلیل اینکه فروش بلیت‌ها تحت کنترل نبوده، من نگران این بودیم که شاید مثلا یه نفر تعداد زیاد بلیت گرفته باشه. ما گفتیم متوقفش بکنن که فردا یه حجمش رو تو خود ورزشگاه بفروشن، اون باقی موندهش رو حالا یه تعدادی هم سعی داریم بگیم یه نمایندهشون بیاد تو همون باشگاه ایرانی بتونه مثلا یه سیولاش 100 تا 200 تامونجا بفروشه. اون چیزی که ما داریم ظرفیت استادیوم 8400 تا 30% تقریبا هولوش 2500 نفر فردا میتونن تو ورزشگاه بشینن. پرسپولیس فردا یه جوری فکر کنم ما میزبانیم اینجوری که حالا پیش بینی میشه، اما اگرم میزبان نباشیم چیزی از میزبانمون کمتر نتر. بعد چقدر امیدواری به پیروزی پرسپولیس تو آخرین بازی و من به شخص خودم نظر خودم رو دارم میگم، به عنوان یه هوادار خیلی امیدوارم. موفق باشید. مرسی، ممنون از شما.